یه خالی هم بچه ها، چهار گوشه این گوشه ها میزنید، ببینید چهار گوشه میزنیم اینجا که ستونا تو در باقی بمونه که الان خواستیم لولو هارم بزنیم اشکال تو کار پیش نیاد. خب اون برم نشونتون بدم. این هم بره خب ببینید بچه ها، این فاصله رو برای چی میدیم؟ برای همون واشرهای خودش که برای ریگلاش کردن در است، برای اینکه اگه موقع در بالا پایین شد تو این فاصله بتونی اینو تنظیم کنی. این تاج پین هم بالا باشه بچه ها، تاج پین بالا باشه. خب این چجوریه؟ دوتای بالا پایین به ستون جوش میخوره عزیزان و تکی وسط به در وسی شد. دوتا به چارچوب، به کلاف چارچوب، تکی به لنگه در. درزی هم که میذارید بچه ها بین 3 میل نهایتا 4 میل زیاد نذارید فاصله بیفته، یا قشنگ هم روغن بخوره موقع که حرکت میکنه به راحتی کارش انجام بده. ما حالا چه کار کردیم؟ لولا رو گذاشتیم، تاج پین به سمت بالاست. اوکی، قبل اینکه اینو بذارید یه خالی بزنید این گوشه، تمیزش کنید، یه خالی خیلی کوچولو. سمت پایینی لولا رو، پارچه پایینی رو روی خال قرار میدی، یه خالی میزنید همونجا. بعد سمت دوم رو با دست یکم بلند میکنید، خیلی کم، اندازه یکی دو میل اینجا رو هم یه خال میزنید. بعد با دست اینو وسطی باید بچرخی، یعنی کامل روان باشه. اگه اینجوری بود بعد میاد چیکار میکنی؟ از دو سمت خال میزنی، یکی پایین یکی بالا، اینا هم همینجوری که تاب نخوره وقتی جوش میزنی، اینجوری چپ و راست نشن درگیر بیفته. خب قبل اینکه کامل جوش بزنید بچه به شاسی هم یه خالی بزنید، ببین برای اینکه وقتی کامل جوش میزنی این ستون مایل به عقب نشه. قبل از اینکه خالو رو بشکنید بچه ها حتما روغن بریزید، چون روغن نریزید در رو به سختی بار اول دوم به سختی بازه بسته میشه، توپ میفته توی در، کلن نظم در رو به هم میزنه. پس حتما روغن، این روغن هم چیه؟ روغن سوخته ماشینه.